آقای سید اشرف الدین عینی نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان در سیدی حضور دارند و آقای حبیب الله حسام رئیس مجموعه علمای 34 ولایت هم تا دقایق دیگر به بحث خواهند پیوست اینی، با آقای عینی سلام به برنامه بسیار خوش آمده سلام با شما و امروز زنفجاری در مدرسه شهر کهنه ولسوالیش کمش ولایت تخار هم رخ داد چرا اماکن مذهبی چرا مساجد و مدارس به بار شما بسم الله الرحمن الرحیم متاسفانه در یه آخر کشتار علمای دین یا ترور هدفمند علمای دین در مجموع کشور زیاد شده و از جمله چند واقع در ولایت تخارم داشتیم امروز در ولسوالی اشکمش هفته قبل در ولسوالی چواب یکی از علمای بسیار خوب ولسوالی چواب توسط افراد مسئله ناشناس به شهادت رسید در مجموع می توانیم اینطور بگوییم که گروه طالبا چون از پوشش دینی با استفاده از یک قراعت افراطی و سخت گیرانه دین در برابر دولت افغانستان و نظام موجود افغانستان می جنگند علمایی که با تفسیر افراطی طالبا موافق نیستن اینا بزرگترین خطر و چالش برای طالب چون مسئولیت هم نمیگیرن چون خب گرفتن مسئولیت قتل علما ترور علما کار سختی است ای کارو نمیکنن اما ما شما میفهمیم که بیشترین ترورهای ادفمند و کشتن اشخاص شناخته شده در افغانستان کار گروه طالبان بوده متاسفانه درست خب با چه هدف و چه نفع بردن تا حال با شما خب علمایی که قراعت معتدل و میانه از دین اسلام دارند و در کنار نظام جمهوری اسلامی افغانستان هستند و در برابر دولت قرار نگرفتن اینا میتونن امو قراعت افراطی طالبارا به چالش بکشانند هیچ گروه دیگی جز از علمای واقعی دین نمیتونن را به چالش بکشونن اما برداشت دی دینی طالبان آره. به او خاطر دلیل لازی اساسی که مذاکرات بین الافغانی قریب است شروع شوه و طالبا هم تصمیم دارن که در پشت میز مذاکره چانه زنی بکنن و امتیازهای بیشتری بگیرن و طبیعی است که برای گرفتن امتیاز بیشتری اینا باز از پوشش دینی استفاده میکنن به او خاطر علمای واقعی که در پالوی نظام جمهوری اسلامی افغانستان هستند و قرائت میانه و معتدل از دین دارن اینا بزرگترین چالش برای طالب هستن و اینا را اونایش که بیشتر خطر باشه برشون احتمالا اونا را سر را میبردارن درست ولی همزو که یادآوری کردیم یک شمار زیادی حمله ها را طالب مسئولیت نمیگیره برخی از حملات را داعش مسئولیت میگیره چطور میتونه جلوش گرفته شود جلو حملات بالای اماکن مذهبی جلو حملات بالای عالمان دین این بستگی به چی داره؟ قضایا یک شمار کلان از آلمان دین میگن که به جدی بررسی نمیشه حتی امروز تهدید کردن که اگر ادامه پیدا بکنه سیاست ما در قبال دولت تغییر میکنه یک حجدار کلان است خب اول صرف نظر از اینکه کدام گروه مسئولیت میگیره طبیعی است که زمینه و بستر مساعده برای ترورها و برای کشتار و برای جنگ گروه طالبان مساعد ساختن در افغانستان و اگر داعش یا هر گروه تروریستی دیگی استفاده میکنه از این و به فعالیت های مسلحانه میپردازه در بستر مناسب است که طالب قبلا به وجود آوردن در اینجا یک مسئله مسئله دوم اعتراض علما برحق است دولت افغانستان مسئولیت داره در برابر همه اتباع افغانستان مسئولیت داره که امنیتشان تامین بکنه خصوصا برای گروهایی که بیشتر آسیب پذیر هستند و این نه تنها منیس مسئولیت حکومت برای تامین امنیت مردم بلکه منیس علمایی که از نظام حمایت میکنند و پلوی نظام هستند حکومت در اینجا مسئولیت دو چند مضاعف داره که باید امنیت علمای واقعی را که از نظام حمایت میکنند تامین بکنند درست ولی برداشت میشه که کاسه صبر علما لبریز شده وقتی که امروز میگن که اگر غفلت صورت بگیره اگر کار شکنی صورت بگیره در بررسی قضایی در تامین امنیت علما روی مشروعیت و عدم مشروعیت نظام بازنگری میکنیم یک حجدار کلان است یعنی احتمالی که فتوای عدم مشروعیت نظام از طرف علمای دین صادر شود فکر میکنین متوجه حساسیتی مسئله بزرگی مسئله دولت است یا نیست متوجه شده یا نشده خب علما نقطه قوت خود درک کردند، بسیار به خوبی درک کردن و از این نقطه قوت میخوان بالای حکومت فشار بیارن تا تامین امنیت بکنه قسمی که ما شما هم شاهد هستیم هم در کنفرانس های داخل کشور و هم در کنفرانس های کشورهای اسلامی در خارج از کشور یا کنفرانس های سه جانبه و چهار جانبه کشور ها جهان جان اسلام و شمول علمای افغانستان مشروعیت دینی جنگ طالبان علی دولت افغانستان زیر سوال بردن انه علماي واقعي علماي معتدل ميانروي افغانستان به نظام جمهوريت اسلامي افغانستان مشروعيت دادند به و خاطر انه خب امو اهميت موزه ګيري خودشان او حمايت شونه از دولت درک كردن او از اين نقطه ميخواهند بلای حکومت فشار بیارن به نظر ما اي فشار اوردن بلای حکومت حق شونه است حکومت مجبور مكلف است كه امنيت علماي افغانستان همه مردمان افغانستان خصوصا غروه او اقشار ياصيب پزير مثل علما امنيت شونه باید تضمين وکنه بلای حکومت متوجه اهمیت مسئله است یا نیست مثلا در بحث رویدادهایی که در کابل صورت گرفت دو مسجد دو عالم دین جان باخت, باخت ترور شدن خب حیات شکل گرفت تا امروز مشخص نیست روزهای زیاده می گذاره. با این وضعیت میشه گفت حکومت جدیت داره اراده داره متوجه ارزش موضوع اهمیت موضوع حساسیت مسئله از یک جامعه مذهبی خب دو مسئله رو میخوام ذکر بکنم یکی که اگر حکومت غفلت میکنه خودش ضرر میکنه بیشتر چون نارضایتی در سطح جامعه بیشتر میشه خصوصا در سطح اقشار مهم جامعه مثل علمای دین و خصوصا علمایی که در پهلوی نظام هستند نارضایتی در بینشان زیاد میشه این به ضرر خود حکومت میشه و مسئله دوم این که تحقیق در مورد حادثات تروریستی کاری ساده هم نیست که در یک روز دو روز یک هفته نتیجه بوده وقت میگیره طبعا زمان زمان میبره اما باید حکومت جدیت به خرج بوده و این مسئله را پیگیری بکنه تا به نتیجه مطلوب برسه و عاملین قضایا باید حتما شناسایی شوند تشکر آقای حبیب الله حسام رئیس مجمع علما سی و چهار ولایت هم به بحث پیوستم خوش تشکر امروز علما به دولت هشدار دادن که سیاست خود در قبال دولت تعدیل خواهند کرد اگر این وضع دام پیدا بکنه از جمله در اظهارات خود شما شامل بود اینها کاسه صبر و لما لبریز شده؟ قطعا بله درست شما خب چطور باید بررسی شوای رویدادها وقتی که حوادث به بزرگی دو حادثه که در کابل صورت گرفت اتفاق افتاد وقتی حوادث مثل حادثه امروز ولایت تخار اتفاق میفته و صورت میگیره و آب از آب تکان نمیخوره معنای گپ چی میتونه باشه حوادث خود ما یک کشور پر از حوادث هستیم ملت من, من حیث یک ملت با عزت قربانی است چل سال تمام از ما مشکلات داریم اگر او اسکر یا جوانی که به هر دلیل در نقطه افغانستان کشته می شود یک درد عظیم و مصیبت از ما و جامعه و, جامع و خانوادهای ما است ما به همش غمگین میشیم و علما در اولویت درد دردمند میشن به قضایا اما زمان قضیه بسیار می عدفمندتر میشه و از حالت عمومیت برمیخوی زمین اماکن بسیار مقدس که حرمتی از او حریمی از او محترم از به جوامع اسلامی بعد شخصیت های مثل دکتر نیازی رحمه با. الله و مولای مفلی را عدف قرار میده مسجد های بسیار مرکزی و بزرگ عدف قرار میده شخصیت هایی که برای صبات افغانستان مؤثر واقع میشه برای سلامت افغانستان مؤثر واقع شده و برای صلاح مملکت فعالیت میکنن وقتی اینا عدف قرار میگیرند باز قضیه شکی نیست که حالتی سانی را به خود میگیره قابل تعمل و مکس جدید میشه که حتی نه تنها علما در سطح کشور تا سطح بیرون امریکا و اروپا علمای ما تکان خوردن و به این صدا پیوستن و ملت ما هر یکی خانه و خانه میگن که ما با علما استاد وقتی قضیه به این حد برسه که علمای ما هدف قرار بگیره منبر و مسجد طرف قرار بگیره ما نمیتونیم میره تحمل کنیم چون قضیه قضیه دین است شعار اسلام است هدف امام مسجد است و پیشوای مردم است این قضیه بزرگتر از یک مقدار حالت هویتی قضیه و تشخیص قضیه بزرگتر میشه ما فکرمانی است که ما در دو راه هستیم یک راه سلامت افغانستان در مجموع سانیان نجات یک مملکت بیچاره و زخمی که همه خانه های من پر از بیوه و پر از یتیم و پر از مادرها و پدرای دردمند است در این مملکت که ما اقلا روزانه شاید کمترین آمار است که 60-70 نفر جوان ما در مملکت از دست میدیم در پهلوی عزیب به مصیبت دیگری که علمای ما هر روز بله. میان از دست میدیم می یک رایی است که ما سلامت افغانستان، سلاح افغانستان، جامعه ما، ملت ما اینا رو در نظر میگیریم و طرف دیگر بیباکی هایی که دولت داره نسبت به قضایا در مجبو خصوصا به علما و مساجد در حالت ویژه ما میگیم که سیاست تعدیل بکنیم به تفاوتی و غفلت و کارشکنی دروغگویی فریبکاری دیگر در این قسمت جای نداره درست. ما به ما سریح بگوید دروغ نیرنگ فریب به حد کافی شده از طریق دولت به مردم شده دیگر ما نمیتونیم که همیشه با سخنهای فریبنده و با سخنهای تنها رسانوی ما بتونیم جامعه ما قناعت بدیم جامعه ما ما را محکوم میکنه که شما را هم میکشه و شما هم امروز واردی سحنه نیستین که بیاین دادخوای خونتان و مسجدتان و قرآنتان حریم حریمه درست. این دورایی که ما میگیم یک راه سلامت افغانستان است نسبت به علما افغانستان هیچ کسی در فکر سلامت و صلاح ملک و مسئولیت خون و آبروی کشور ما چلین میدیم که نیست که ما الحمدلله قشر علما همیشه سلامت افغانستان آبرو عزت مردم افغانستان میخواهد در پهلوی ازی در پهلوی ما دولت زافشه، ناتوانیش، دروغشه، نیرنگشه، با جامعه، با کشور، با ملت، در مجموع درک میکنیم فلی ما مسئول هیچ کسا نمیدانیم در, در نخستین مرحله چون اولاد جامعه در خدمت وزارت دفاع و داخله قرار داره در امنیت قرار داره، درست. پول بود به حد کافی قرار داره بودیجه وجود داره، ابزار وجود داره و وظیفه دولت از شش چیزی اهم بالا نیست سلامت خون مردم محفوظ بودن انسان ها در جامعه مسئولیت اولاد مردم در جامعه از مال مردم از آبروی مردم از دین و عقل مردم وقت دولتی که مسئولیت شناسی نکنه نتانه که از اینها دفاع بکنه طبعا ما دیگر مسئول در اول دولت هم ولی سوال است در شرایطی که شما گفتین سلامت افغانستان برای ما مهم است این تعدیل سیاست شما چگونه خواهد بود وقتی که امروز گفتم میشه که اگر غفلت کارشکنی صورت بگیره علما روی مشروعیت و عدم مشروعیت نظام بازنگری میکنن یک هشدار کلان است بسیار هجدار کلان است اگر در دولت در مقامات بالا برای برا دکتر اشرف غنی این درک باشه از این کرده چلنج دیگر هیچ چلن نیست حتی تجاوز یک مملکت به مملکت دیگر به این اندازه چلنجی سنگین نیست که علما گفتن اگر خود تعدیل نکنی سیاستته در قبال علما و دین و مردم و جامعه علما تصمیم دارن سیاست خود در قبال خودت با مردم یک جای تعدیل میکنه تفسیرش شمی است که ما دیگر این ای ای تصمیم بخوایم چقدر جدی است شما کدام ضرب تا این کردن نکردن کدام نه ضرب در... در نظر چون در یک کشوری که ما به حالت داره معنا و محتوای ضرب العجل میفهمیم که ما و شما یک سخن شکنن است معنایش است که ما ای سفر بسیار سنگین و طولانی و دراز مدت میبینیم و ای که ای چقدر جدی است جدی بودنش باید دولت شک نکنه درست آقای عینی من میرم میخوایم از شما بپرسم خب اگر احیانا فتوای عدم مشروعیت نظام از طرف علمای دین در یک جامعه مذهبی در جامعه مسلمان صادر شود خب اگر حدس بزنیم امی, امی تاثیرش چی خواهد بود خب قسمی که جناب مولوی سیب گفتن اینا به سلامت افغانستان و به نفع مملکت و ملت فکر میکنن بیشتر و قسمی که گفتن التیماتوم یا ضرب تعیین نکردن اما خواست جدی از حکومت دارن من فکر میکنم این چون کاملا مشروع حکومت مکلف است که امنیت همه اطبای کشور خصوصا از علمای دین باز او علمای دین که از سلامت نظام حمایت میکنن این باید تامین بکنه اما معلفه اصلی مشروعیت یک نظام سیانت نفس و تامین امنیت است وقتی که حکومت نتونه امنیت اتباع خود خصوصا اقشار آسیب پذیر باز اقشار بسیار مهم جامعه مثل علمای دین تامین بکنه و در بررسی و تحقیق قضایا هم اگر غفلت بکنه احیانا طبیعی است که مقصر است درست چه باید بکنه مثلا در بخش تامین امنیت چه صورت بگیره خب برای تامین امنیت مساجد و علمای دین در مشوره با خود علما و در مشوره با نهادهایی که با اینا کار میکنن از جمله وزارت حج و اوقاف در مشوره با خودشان تدابیر امنیتی بیشتر امو قسمی که برای رجال برجسته بر شخصیت های مطرح کشور برای سایر نهادها میگیرن برای اینام باید تدابیر امنیتی بیشتر بگیرن و اینا تا مطمئن باشن درست. که در فضای امنیت میتونن به فعالیت های دینی خود با امایت از مردم و ملت و نظام رو و خیلی زود به شما برمیگردم ولی از زخای حسام میخوایم بپرسم از امیز از همو زمان که تعدید ها بیشتر شده دو عالم دین مورد حمله قرار گرفتن ترور شدن در کابل به شخص شما چه توجه چه تدابیره برای تبین امنیت تان گرفته شد؟ با عالم هیچ. درست همین نشان از چی داره خب از جانب دیگه مهم این است که خواست شما برای محافظت شخصی خودتان برای تامین امنیتتان چی است روی چه کار شوه باید توافق صورت بگیره پیشنهادتان چیست بحثی که در دو مجلس کاری واقعا تشکرم میکنیم از جلسات مهم کاری که داشتیم به ارگان امنیتی و خصوصا رئیس امنیت معاون وزارت داخله، معاون امنیتیش و دیگر ریاست های موثر در قضیه مرتبط به قضیه دیشب هم داشتیم مجالس خیلی موثر بود روی و هنوز توافق صورت نگرفته که چی و صورت بگیره ما سنجش جمعی مانی است که بیش از پنجا هزار ما مسجد در سطح مملکت داریم و باز اولویت بندی ها میشه که به چه حدی با کاهش پیدا میکنه درجه اول درجه دوم تهدید ها در نظر گرفته میشه وزارت داخل کدام طرح را که ما متنش ندیدیم و و شورای امنیت فرستاده کدام طرح دیگه که در شورای امنیت از ها بوده که در غفلت گذاشته شده بوده شورای امنیت به اینا فرستاده منتها ما اولویت دادیم و دو تا مسئله زیاد روی خود تاکید نکردیم که بر ما و ما مساجده که ما زندگی داریم چی میکنین ما تاکیدمون نیست که دولت یک مقدار از حالت غفلت در قبال جامعه دیگه بیرون شود دیگر دولت با کارشیوی که نسبت به جامعه من داره به مردم داره این را کارا دیگر کارایی نداره در مجموع به مردم مسئله فراتر از تامین امنیت ما بله ما اول در کل ج... سلامت کل جامعه و کشور اگر زده سیم در قدم ثانی ما اولویت دادیم که شما برای عاملین و, و حلقه ها و شبکه هایی که را اندازی بر اندازی مملکت دارن و کشتار علما و شخصیت ها را دارن شما این اولویت دادیم که باید تمام توان تانه در را مصرف کنیم که به ما ثابت شود که قضیه در کجا است و ما به دولت از اون جمع گفتیم این میگیم که چیزهای مشکوک زیاد است کم نیست ما حتی مبحثی را باز کردیم که قطعه سفر چند سفر چندی که در دولت وجود داره مربوط سیای امریکا هستند ما هیچ تکلیف از اونا را نمی فهمیم باید یک مملکت خودش باید تکلیف مامورش شد مشخص کنه که او از پنتاگون سیا اینجا تشخیص شد و ما نمی فهمیم برای جوان های ما تهدید از به شخصیت ها است یک جواب داشتن اونا که جواب بود که دیگر محتوای علمی نداشت ولی این بود که در تفاهم که امریکا با طالبا انجام داده انجام عملیات های از امی سفر چند سفر چند که داره ای دیگر چی نیست؟ عملی نیست فعلا منتفیس عملیات هایشان ما, ما همه چیز زیر زربین داریم که چون دولت مسئولی درجه اول است ای که یک فیسبوک باید فلان شبکه کشت اینا دیگر بازی نیستن که ما, ما ایره علمی بدانیم یا به سلامت جامعه ما و کشور ما و من بدانیم شما مسئول اصلی مسئول اصلی شما نگاه کنین ما چی میگیم منطق ما باید دولت درک کنه وقتی من تو آقا را وزیر داخله میگم یک لالاگ شش هزار پرسونل اولادی وطن در اختیار قرار میدم بیت المال مملکت در اختیار تاس تو جناب وزیر دفاع استی سه هزار بچه جوان در اختیار تاس تو سلامت مملکت و امنیت خون مردم از ثبات کرده نمیتونید دیگر فلسفی وجودی جناب عالی دیگر تمام است فلسفه وجودی یک رئیس جمهور در یک مملکت به حیث واجب که باید باشه وقتی به با وظیفه خود عمل نکنه مسئولیتش انجام داده نتونه منتفی است منطقی ما است که یا به مسئولیت عمل کو یا ما عمل میکنیم درست امیدواری زیاد است یا کم فرصت کوتاه داریم با امیدواری ها خوب است در جلسات که داشتیم ما امیدواری ما خوب است مسئولین گپای معقول داشتن گپای قابل درک داشتن که طبعا جایش مطبوعات نیست ما تا هنوز زیاد چی نیستیم ناراض نیستیم و بدبین نیستیم درست. بسار بسیار تشکر فرصت کوتاه داریم آقای عینی شما در اول هم ایره یک هدف دانستین برای از میان برداشتن آلمان اعتدالگرا و طالبار شما مسئول میدانین برداشته که من کردم خب گفتگاه صلح میان افغانا هم برداشت میشه که نزدیک هست حملات به بار شما بیشتر خواد شد با برای آلمان دین خب همه واقعات نمیتونیم بگیم مثلا در ولایت تخار که چند واقعی آخیر شده حادثه که امروز اتفاق افتاده به قول سخنگوی مقام ولایت ناشی از انفجار سرگلوله هاوان بوده ولی را گفته نمیتونیم بمگذاری عمدی بوده در اونجا یا اتفاقا نبرده شده اما یکی از علمای بسیار خوب ما در ولایت تخار در ولسوالی چاپ توسط افراد مسئله ناشناس شهید شده بعضی از این حادثات میتونه تصادفی به اثر اتفاقات ناگواری که همیشه در هر گوشه وطن باشه اما شهادت ترور و کشتن علمای نامدار کشور که از جایگاه بسیار قوی در این جامعه برخوردار هستند و علیه قراعت افرادگرایی موزی میکنن میکنند از نظام جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکنند ما میتونیم حدس بزنیم که گروه های افراتی اینا را در مقابل خود یک چالش بزرگ می‌بینند و احتمالا بعضی از اینا را تارگیت یا هدف قرار میدن و این روی ادامه پیدا خواهد کرد و بیشترم خواهد شد بسیار تشکر از حضور شما باقای سید اشرف و دین عینی نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان باقای حبیب الله حسام رئیس مجمع علمای سی و چهار بسیار تشکر از حضورتان در برنامه